امروز میخوایم راجع به یه سری نکات مهم و ساده که برای پوستمون مفیده رو با همدیگه مرور کنیم. اینا به دو دسته تقسیم میشن. 50% اول شماره 1 حوله صورته. بهتره که حوله صورتتون جدا باشه وقتی که از حموم میان یا وقتی که صورتتون رو میشورین. در هر شرایطی بهتره که حوله صورتتون جدا باشه. شماره 2 روکش بالیشه. روکش بالیش بهتره که هفته یه بار شسته بشه. وقتی که سرتون رو روی بالیش میذارین تمام اون ذرات و چربی و کثیفی هایی که در طول روز گرفتین روی بالیشتون منتقل میشه. شماره 3 قبل شستن صورتتون انجام دادن روتین پوستی یا پاک کردن آرایشتون یا حتی انجام دادن آرایشتون بهتره که دستاتون شسته بشه. حالا چرا؟ چون دستاتون حاوی کثیفی و جرم و میکروبایی که در طول روز خیلی جاها رو لمس کردین و به دستتون منتقل شده و قبل انجام هر کاری بهتره که دستمون شسته بشه. شماره 4 شستن صورت قبل خواب و انجام روتین پوستی هست. قبل خواب بهتره که اول از همه دستا شسته بشه، روتین پوستی انجام بشه. حتی اگه آرایشی یا ضد آفتابی روی صورتتونه بهتر که صورتتون دوبار شسته بشه. چرا؟ چون تمام کثیفی و چربی و سلول‌های مرده روی پوستتون جمع میشه. شماره 5 شستن براش‌های آرایشیه. براش‌های آرایشی باید ماهی یه بار شسته بشه. چرا؟ چون باعث تحریک پوست و مسدود شدن منافذ پوستی میشه. منجر به عفونت و چین و چروک پوستی میشه و میتونه تمام باکتری ها و ذرات گرد و غبار و سلول های مرده پوست رو روی خودش جمع آوری کنه. پس بهتره که براش ها ماهی یه بار تمیز بشن. حالا الان میخوایم بریم روی دسته دوم، 50% دوم. خب شماره 1ش خوردن آب به مقدار لازمه. چون خوردن آب به گوارشتون کمک میکنه و باعث میشه که تمام سموم بدنتون دفع بشه. مشکلات پوستی مثل اگزما رو کمتر میکنه و باعث درخشش پوستتون میشه. شماره 2 ورزش کردنه. ورزش که میکنین گردش خونتون رو بالا میبره. عرق کردنم نقش مهمی داره. ولی خب وقتی عرق میکنی بهتره که صورتتون رو یا بدنتون رو بشورین یا حموم کنین. خب بعد که ورزش میکنین ضربان قلبتون میره بالا، این باعث کلاژن سازی میشه، سلول های جدید تولید میکنه و باعث درخشش پوستتون میشه. حالا شماره 3 خوردن غذای سالمه. غذاهایی مثل گیاهیجات، سبزیجات، میوه ها، دانه ها، لوبیا ها، اینا های مغذی کمک به پوستتون میکنه و چین و چروک های پوستتون رو کمتر میکنه. و در آخر که مهمم هست، خیلی از مادرها کمبودشو دارن، یکی از اونها خودم هستم که جدیدن دارم جبرانش میکنم. چیه؟ کمبود خوابه. وقتی که میخوابین بدن شروع به کلاژن سازی میکنه. کلاژن هم کارش ترمیم سلول های آسیب دیده است. وقتی که به اندازه کافی نمیخوابین بدن کلاژن کمتری تولید میکنه که منجر به افتادگی پوستی و پیری زودرس میشه. به خاطر همین توی شب گردش جریان خون بالاه و دمای بدن بالا میره و این کمک میکنه به ترمیم پوستای آسیب دیده. به خاطر همین خیلی مهمه که قبل خواب صورتتون رو تمیز کنین، روتین پوستیتون رو انجام بدین و بگیریم بخوابین. اینایی که گفتم امیدوارم که کمکتون بکنه، ازش استفاده بکنین. خیلی خوشحال میشم که اگه ویدیو منو لایک کنین، سابسکرایب کنین یا حتی کامنت بذارین. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. شما رو توی ویدیو بعدی میبینم. خدافظ.